رامین بابا بیا، من دیرم شده. یه جون سرمایه هم شدید صورت میده؟ به رامین خان چطوری؟ نمکیده ای؟ وقتی برو نمیاد تو دوبار نشتیم، با دیگه تموم شد؟ آره، پنشم بودم سپشتی دیگه نه؟ شما میشه بلکلا آی افشاری. بله. بنده یه عرض مختصری خدمتون داشتم. بفرمایید. میخواستم اگه بشه شما رو به تنهایی ملاقات کنم. یه دعوت کوچیک. من با هیچ کس قرار ملاقات خصوصی و تنهایی نمیذارم. اینو همه میدونن. اگه امری دارید تو اداره بفرمایید. یه موضوعی بود که میخواستم با شما در میون بذارم. البته خصوصی. بذارید خیالتون راحت کنم. من اهل خلاف نیستم. بریم. سلام. کجایی؟ این پرونده امروزه، من میرم تا آمونی رو برمیگردم. باشه. رامین من داد بدارم، تو همینجا میشینی واسه خودت نقاشی میکشی تا من برگردم. شیطونی نمی کنی، به چیزی هم دست نمیزنی، فقط هم پشت میز من میشینی. فهمیدی؟ رامین با تو هم. اولیاء دم مقتول مرحوم براتعلی اولیایی، نقطه نظر خودتون رو در خصوص گزارش هیئت کارشناسی دادگاه رو صراحتاً بفرمایید. آقای قاضی، این پرونده به وسیله همین ایشون کلی برای سنگ اندازی شدن. یه مدتی هم تمام کاسه کوزه‌ها رو سر پیمانکار شکست. پیمانکارم که حالا رفته خارجم، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل بردارم. او وقت بازرسی اداره کار قبول ندارد. سه ماه تمام کارشناسای شما نظر خودشون دادن. شما جانشین حضرت علی هستید. من برادر من به من رحم کنید، به بچه یتیمش رحم کنید. مرز رضای خدا، مرز پیغمبر. اومد ما تمام زندگیمون از دستمون رفته، از بس آمدیم و رفتیم، زن و بچه و کوچ و کلفتون اصلا از بین رفته بودن. و ما رحم کنید، خدایی هست تقاص ما رو میگیره آخرش. آقای زاره، اتهام شما دایر بر تصویب در یک فقره قتل غیرعمدی کارگر ساختمانی براتعلی اولیایی به میزان 90% مجدداً قرائت و تفهیم میشه. آخرین دفاعتون چی آقا؟ با اجازه جناب قاضی، آخه شما چرا اجازه میدین در محضر محترم دادگاه اینجوری به من اهانت بشه؟ آخه چه قتلی عزیز من؟ چه قتلی؟ چه کشکی؟ این حرفا کدومه؟ اولا مقصر 100% اون حادثه خود اون کارگر بوده که بدون تجهیزات ایمنی، بدون کلاه و چیزای دیگه یهو پریده تو اون گودال. جناب قاضی، ثانیاً من پول زور به کسی نمیدم، من باج نمیدم، بی خودم برای من سابقه درست نکنی. وجدان نداری؟ چرا میگی باج؟ خون اون برده باج ساکت داشت برادر من، چه خبر؟ آخر آقا این باجه، ما باج خوریم؟ کوری نمیبینی این بچه یتیمه بغل مادرش؟ باج کدام من نفهم؟ بخیر بشین، بخیر هم باشنا، بگی بشین. بشین خانم، آقا موشین، باشن رو یادی کنم. آقای نوروزی، حواست باشه تو نمایی دادم من خبر کنم. آره داشتم میگفتم آقای توسلی، رو راست بگم، من اگه جای رئیس دادگاه بودم چشمامو میبستم موکل تو با یه تیپا از دادگاه مینداختمش بیرون تا بره غلطی که میخواد بکنه بکنه. به جان تو، اگه ساکت مونده بود حرف نمیزد تو همین دادگاه من کارو فیصله میدادم. بابا من کلی با فامیلای مقتول صحبت کرده بودم، قرار بود یه پولی بهشون بدم، رضایت بدم برم پی کارشون، همه رو ریخ به هم. یکی نیست بهم میگه آخه مرد حسابی، اگه ناسلامتی من وکیلتم، خب بذار دو کلمه من به جای تو حرف بزنم. همین چهار تا پورتی هم داره.
انگار پارتیش خیلی کلفته نیست؟ تا دلت بخواد، پشتش حسابی قرصه. تو رو خدا راضیش کن، حق این بدبخت بیچاره رو بده. گناه دارن به خدا. حالا که به قول معروف میگن یه ساختمون درست همون جایی که این بیچاره مقتول مرده ساخته و فروخته که. به برج 22 طبقه افشار جون، ساختمون چیه؟ 22 طبقه؟ ای بی. یا ماشین آقا رو نگاه کن حال. عجب بنزی. بنزی دیگه. آره. چه رنگی داره. حیف این ماشین به این مامانی که مال اون گاریشیه. حیف اون. شیطونه میگه چشمام میبستم و با یه تیپ از دادگاه. کدوم زنشه؟ اینوری یا اونوری؟ هر دوتا منشیاشم. یعنی زن نداره؟ داره، دوتام داره. ولی خب ایران نیستن. دوتا زنش با سه تا دخترش سوئیس زندگی میکنه. اینجا خودش با یه دونه پسرش تنها. یه قصد به چه بزرگی؟ بیا اینم برای تو داره. این چیه؟ انام اون باریکه برای تو. بزا چی به طلاق یه که میام؟ افشاری جون قربونتم، یه وقت زود واسه دادگاه بعدی بده. بزا زود از شهرش خلاص شیم بریم. قربونتم. باشه، حالا ما سعی خودمو میکنم. بزا وقتارو ببینم بعد. پس بهم خبر بده، تلفنمو که داری؟ تو اون پاکته چقدر بود حالا؟ چون تاوانیه داره مرغ و برنج میدم، بیشتر به خاطر این میگم. 10-15 هزار تومانی باید باشه. دستش داره مشکش. برو پسش بده. بهش بگو فلانی گفت من اهلش نیستم. کور خوندی. بذارمش تو کشو. نه خیر. بهش به چیه؟ شما یه وقت نزدیک برای دادگاه بعدیتون میخوام منم بهتون میدم. احتیاج به یه حرفا نیست. خیلی خوب. هر چی تو بخوای. پس بریم خبر بده. باشه؟ خدا. خانم سقطی رامین اونجاست؟ شما میتونین بدون کاری که میکنین از برنامه‌ریزی پیشبینی کنین. ببینین اینجوری خیلی بهتره. حالا همه برنامه‌هاتون به صورت پشت سر هم خلاصه اینجا می‌بینین. پس اینجوری جای کمتری از وارداتون اشغال میشه. هی رامین، بیا ببینم. چیکار داری می‌کنی؟ باز دوباره مرکی گرفتی؟ آقای افشاری، من خودم بهش اجازه دادم. داره به ما چی زیاد میده؟ بذاریم همینجا بمونه. نه خانوم سقفی، اون دفعه که دیدین آقای موشیری تذکر دادم. این درست نیست، برای من مسئولیت داره. ماشالله اطلاعاتش تو کامپیوتر فوق‌العاده است. بله خیلی با استعداده. خانوم سقفی، هر بچه به جای درس و مشق و مدرسهش فقط به فقط کتاب کامپیوتر بخونه، همین بدبختی هم داره. نگین تو رو خدا، چرا براش کامپیوتر نمیخریم حالا که اینقدر استعداد داره حیوونی؟ حالا قول 100% داده که برام یه پنتیوم 3 بگیره. به به، مبارک. آره، قول دادم، ولی شرطم گذاشتم. چرا شرطشو نمیگی؟ خودت بگی. بله، قول دادم براش کامپیوتر بخرم، به شرط اینکه معدلش 20 باشه. 20؟ یکم سخته. خب دیگه، کامپیوتر خوب، نمره خوبم میخواد. بیا بچه. ما قبلا هم دیگه رو یه جایی دیدیم، بیافت و آشنا، ولی هر چی فکر میکنم یادم نمیاد. بله همینطوره. کجا هم دیگه رو دیدیم؟ تو دادگاه. دادگاه؟ کدوم دادگاه؟ هر دوتاش. هم بار اول که به جرم شرکت به اختلاس بزرگ بانک ملی شعبه بازار محاکمه میشدیم، هم بار دوم یعنی 4 سال و 2 ماه بعدش به جرم شرکت توی باند بزرگ سرقت مسلحانه محاکمه و محکوم شدیم. من منشی دادگاهتون بودم، حالا یادتون اومد؟ میگم خدایا این چیه که آخه اینقدر آشنا؟ من معذرت میخوام، خودتون خواستین که یادتون بیارم کجا هم دیگر دیدیم. وگرنه من شخصا عادت ندارم مجرما رو که تو خیابون اینور اونور میبینم به روشون بیارم. تو کتابتو بخون بچه. فکر نمیکردم دیگه کسی منو بشناسه، اصلا انتظارش نداشتم. قیافتون به کلی عوض شده ولی صداتون نه. من از همون اول که گفتین راهن صداتون شناختم. ای والله به این هوش و ذکاوت. این آقا به سرت دیگه. بله. خیلی عذر میخوام سوال میکنم، شما الان باید تو زندان باشین. یادم تو دادگاه آخر 23 سال براتون حبس گنده بودین. چطوری بیرونی؟ از بس جا نیست و شلوغه. منم یه عادت بدی که دارم اینه که تو شلوغی نفسم میگیره. واسه همین مجبورم بزنم بیرون. چاره ای نیست. وگرنه خلقم تنگ میشه. ما رو بگو. این همه رو پرونده شما کار میکنیم و زحمت میکشیم. به خیال خودمون داریم ولی نسبت شما مجرم رو تو شهرها جمع میکنیم. واقعا که مسخره است. بهتون بر نخوره ها، منظورم به شما نیست، همه رو میگم. بخیا ببخشید سوال میکنم، هنوزم تو کار خلافی؟ انگاری گیری دادی ها. گفتم بخیا دیگه، من همینجا پیاده میشم.
مهمون باش، قابل نداره از کنه. افشاری راستی اسمت چی بود؟ افشاری، حمید افشاری. آره، افشاری جون، بی خیال ما شو، انگار نه انگار ما رو دیدی. بذار به حساب بوز آوردن، قبولش کی؟ از من که کاری ساخته. آره، میدونم، یه وقت گیر ندیا، شطور دیدی؟ ندیدی، یا هر دوستم نیست، فقط میشناسمش. مختاری اسمش چی؟ اسمش اسقر سارقه، یعنی معروفه به اسقر سارق، یه خلافکار حرفه‌ایه بابا. چرا دستگیرش نکردی؟ چرا، چندین بار دستگیرش کردیم، ولی باز هی دستگیرش کردیم، فایده ای نداره. چرا؟ دل کن بچه، من چه میدونم، تو هم حالا گیر بدی به من، به دعواس به مسافرا باشه. 300 تومن از سلامات. رامی، همینجا باش تا من برگردم، جایی نریا. سلام. ببخشید آقا جون، کارنامه بچه ها رو کجا بوده؟ بفهمم. ببینید، فایل نمره گرفتن. آقا زاده شما باعث افتخار این مدرسه. اینو جدی میگم آقای افشاری. ملاحظه بفرمایید. به. به. اختلاف سلسله دوم و سوم حیرت آوره. ما حتی فکر کردیم گفتیم شاید اشتباهی پیش اومده. مجددا همه چیز رو با دقت کنترل کردیم. دیدیم نه، هیچ اشتباهی در کار نبوده. بلکه این فرزند خود شما بوده که تونسته به این رتبه برسه. مگه چند شده؟ معدلش منظورمه. 20. 20. شاگرد اول این مدرسه. 20. و یکی از دانش آموزای ممتاز اینا. اسمش هم فرستادیم وزارت خونه تا تو لیست اداره ثبت بشه. اگه نظر منو میخواین، من میگم به جای پنتیوم چی که داره قدیم میشه پنتیوم فور بگیره. اون دیگه چیه؟ از اون تره؟ نه، من میگم پنتیوم فور تو میگه از اون تره، جدیده بابا. چی یعنی سه؟ فور یعنی چهار. اونو که میدونم. خب پس چی؟ سرعتش هم خیلی بالاتر از پنتیوم 3ه. هاردش هم بیشتر از 30 گیگاست. خیلی کیفیه. خیلی کیفیه. بدبختی رو برای من درست کرد. عوضش قبول میکنم مانیتور شو. یه اینچ کوچیک‌تر. یه اینچ نه بیشتر. باشه. خوش اومدید. بازم تشریف بیارید. هر شبت حضورتون میشه 710,000 تومان. البته یه تخفیه جزئی هم حضورتون تخفیه میکنه. قربان جناب. قربان با شما هستم. بگی ببینم آمان اومده خود هست. چقدر بابا؟ 710,000 تومان؟ چقدر گرونه بابا؟ نقدی میپردید یا چک پول من عوض کنم؟ اینا ارزون ترش نیست. منظور؟ منظورم اینه که ارزونتر از این نمیشه؟ پنتیوم 3 نه، ولی اگه توی پایینتر مثلا 486 بخواید یکم چرا، ولی من توصیه نمیکنم چون قابلیتاش کمتره. دیگه کسی این کارو نمیکنه، یعنی دیگه آپ تو دیت نیست. پسرتون میدونه. شما یکم این عقب‌تر باشین آقا، بریم کنار. خیلی معذرت میخوام، حق با شماست. فکر میکنه مگه داریم گاسپاروف چترنگ میزنی؟ چیکار کنیم؟ نمیخری؟ یکم سب کن بابا، بذار ببینم چی کار باید بکنم. بگم براتون آماده کنم. بالاخره شما تصمیمتون رو گرفتی؟ نه خیر، یه عرض کوچیک داشتم خدمتتون. بفرمایید. اینا که اینجا نوشتیم نمیشه یکم مختصرتر بشه؟ اینا همه به هم مربوطه عزیز دل من. یعنی چی که مختصرتر بشه؟ یعنی مثلا مانیتورش رو نمیخوان که نمیشه، مادربردش رو نمیخوان که نمیشه، موسش رو نمیخوان که نمیشه، پس چیش مختصر بشه؟ نمیفهمم. خیلی معذرت میخوام، واقعیتش اینه که من یه خریتی کردم، به این بچه قول دادم که کامپیوتر براش بخرم، ولی حالا سلامتی قول دادیم باید بخریم دیگه. خیلی واسه پرسر کنم. میدونم، اجازه بدین، این قیمت برای من سنگینه، من نمیتونم. آقای محترم، اینجا که میوه فروشی نیست دارید چونه میزنید؟ من که نمیگم اینجا میوه فروشیه، شما اجازه بدین من عرضم تمام من میشه. من گرفتارم عزیز من، شما میتونید یه دست دوم از یه جای دیگه بخرید. من واسه شما دست دوم نه. من که نگفتم دست دوم. شما چرا نمیذارین آدم حرفشو بزنه؟ هیچی که به درد شما بخوره نداری. اصلا هیچ کدوم از اینا فروشی نیست. اینا به درد شما نمیخوره. بفهمید خواهش میکنم. خیلی ممنون.
خیلی واسه میخوام سرکار کنم. من میبینیم چی گرفت داری یاده. من شیطونه میگه چشمامو ببندم و بزنم همه چیز در به داغون کنم. چی گفتی؟ با شما نبودم. شما میسین که هی دعوا داری. آخه این درسته؟ ببار صدا تو حالا نشونت میگم. فرمت کن بزن باید بیا امریان چی شد؟ گرونترین کامپیوتر دنیا رو میخرم. فقط یکم به من مهلت بده. فقط یکم. در بزنید که بدونم لاغل شمایی جزیدا چند تا؟ دوتا هیچی آقای سید که نیومد نه چیشه بابا؟ هیچی هیچی اگه آقای سید اومد نگو من کجام بگو بگو بابا رفته چیز بگو رفته دبیرخونه نه بگو رفته پایین یه کاری داشته زود برمیگرده تو همینجا بشین از جا تکون نخور باشه منم چیز میکنم یعنی الان میرم برمیگردم باشه الهی با میده تو من الان میام شما چرا اینقدر نگرانی؟ نه برعکس من خیلی هم خون سردم این شما که دست باشین از قیافتون معلومه من یه زحمتی براتون دارم شما سیگار دارین؟ همین الان میخوام نه مسئله نیستم اینجوری گفتم چه پندک قشنگی قابلی نداره مالی شما نه همینجوری گفتم امکان نداره من فندک زیاد دارم مالی شما خیلی ممنون چون اصرار میکنی قبول میکنم شما تالا از این کارا نکرده چرا؟ تالا برام خیلی پیش آمده من سابقم زیاده نگفتی کار چیه؟ میخوام یه نوبت دادگاه برام جا به جا کنم میتونم زودتر میخوای درسته؟ باید برم سفر میخوام تکلیفم زودتر روشن بشه چند؟ چی چند؟ چقدر میدی؟ پول منظورمه کار مهمی که نیست فقط میخوام به جای ماه آینده همین ماه باشه همین اتفاقا خیلی هم مهمه اگه بفهمم برام کلی درد سر داره حسابی برات خرج برمیداره پس اول شما نظرتونو بگید ببینم اصلا صرف میکنه یا نه کاری چیه؟ فکر نکنم شما این کاره باشی ولش کنید از خیلش گذشت داری میری؟ خب باید بریم دیگه ممکنه یکی بخواد بیاد این تو
اگه ما دوتر با هم دیگه اینجا ببینن که درست نیست. من خودم درستش کنم، نگران نباش. چند روز میخوای بیاد تو جوری؟ کی میخوای بیاد بخش بخش؟ من که گفتم اون سر شدم اگر شیری کردیم و کامپیوتر نخوام تو حالت خوب میشه؟ نه، چون حالا من کامپیوتر میخوام. دیگه هم هیچ وقت این حرفو نزن. میخوام با حرف بزنم ولی تنهایی. چه حرفی؟ گفتم که تنهایی. خوب فرمایش. خیلی دنبالت گشتم تا پیدا کنم. بی خود گشتی؟ محل حق سکوتو اینجور حرف نیستم. اون تلفن به پلیس زنگ بزنه بگو من کجامو جایزه تو بگیرم. میدونم فایده نداره، سابقتی دارم. خب پس چی؟ من کلی مجرم میشناسم، ولی به نظر من تو با همه اینا فرق داری. درسته، راستش کمتر مجرمی رو میشناسم که به اندازه تو کارش حرفه‌ای باشه. فقط به نظر من تو یه مشکل داری. مشکل؟ چه مشکلی؟ بقیده من مشکل تو اینه که تنهایی. واقعا تنها. روشن‌تر حرف بزن تا ببینم چی میخوای بگی. تنهایی خلاف کردن چیزی توش نیست. همیشه برد با اوناییه که یه باند درست حسابی حرفه‌ای دارن، یه باند از آدم های خوش فکر، باندایی که کارهای درست حسابی میکنن، نه آفتاب دوستی. تا حالا باندای مافیایی به گوشت خورده؟ اونا هیچ وقت با خطر روبرو نمیشن، چون تو همه مراکز مهم و حساس مثل دادگستری آدم دارن، آدمایی که هوای اعضای باند خودشون دارن، ولی نه علنی. برو سر اصل مطلب. چایی که میخوری؟ آره بدم نمیاد. آسرم چایی بده. من اومدم اینجا تو بهت پیشنهاد یه همکاری بدم اگه بخوای. تا چی باشه؟ یه آقای خرپولی با یه پسر 13-14 سالش تنهایی زندگی میکنه. من اونو میشناسمش. اون حاضره برای سلامتی و دیدن دوباره پسرش همه زندگیش رو یه جا بده. چطوره؟ شوخی که نمی کنی؟ نه، اصلا شوخی در کار نیست. طرف کی هست؟ اطلاعات طبقه بندی شده، طالب گوشت خورده. یه چیزایی هستی که هیچ وقت نبرس. همینقدر بگم که روش کار و فکر حسابی شده، تحقیق شده، نقشه هم آماده است. بسر جرم جرم سنگینیه، خیلی خطریه. تو که خودت بهتر میدونی. طرف تو دادگستری پرونده داره، اون با من. ما میتونیم از نزدیک مراقب رفتار و عکس العملش باشیم. اگه بخواد اقدام خطرناکی بکنه ما بلافاصله میفهمیم. ببینم، میشه بگی چند نفرین که روی نقشه کار میکنه؟ نه، اطلاعات طبقه بندی شده.
به این زودی یادت رفت. خب چی میگی؟ راستش حسابی قاطی کردم. من به طرف میدم، چون تو یه آدم سنتی و محافظه کار و واپسگرا هستی، به بر نخوره. شیوه های کارت هم قدیمی و به درد نخوره. خب برای همینم عقب موندی و نتونستی خودت از این وضعیتی که داری نجات بدی. یادم گفتی عهد و عیالم داری. خب چرا نباید بچه های من و تو بتونن مثلا یک کامپیوتر درست حسابی داشته باشن؟ تفلکی ها چقدر قراره یارو رو تیغ بزنی؟ اونقدر که ارزش این ریسکو داشته باشه. هرچی تیغی دیم 50-50. نه امکان نداره. 30-70 یک کلام بدون چونه. واسه چی؟ واسه اینکه تو یه نفری، ولی ما یه نفر نیستیم. اگه قبول نکنی ناشارم برم سراغ یکی دیگه، چیزی که فراوانه خلافکار. بفرما نوبرش که نیومده. کی شروع میکنی؟ بهت خبر میدم. خیلی زود. حاجی تلفن. بله آره خدا من جمال تو امروز به همین زودی؟ چی؟ نکنه جا زدی؟ خب اگه پشیمون شدی مسئله نیست، ما خودمون این کار انجام میدیم حتی بدون تو. نه اشی، ما وقتی که دست دادیم یعنی دست دادیم. کجا ببینمه؟ فهمیدم. اما یاد برم خودش رو. چه زود؟ آره ما که امروز کاری نکردیم. کاری نیست، اینا یا خیلی حرفه‌ای‌ان یا خیلی احمق. باید رفت و دید. تو برو به ترتیب کارا رو میده. اصلا رفتم، بچه ها رو خبر کن. امروز ساعت 3 شروع میکنیم. یعنی همین نیم ساعت دیگه؟ آره وظیفه تو اینه که پسر را جلوی خونه‌شو میدوزی و به من ملحق میشی. من دو تا خیابون اونورتر تو ماشین منتظرت نشستم. سن کارت بی نقص انجام میدی. پاش از اینجا بریم. باز چی؟ دارن بهمون مشکوک میشن. این نقش است. ساعت 3 راننده پسره رو از باشگاه تنیس میاره خونه. اینجا ماشین جلوی در نگه میداره، خودش پیاده میشه تا درها رو برای خودش باز کنه. حالا پسره کجاست؟ تو ماشین. آفری، چون تو ماشینه تو نقشه معلوم نیست، یعنی ما نمیبینیمش. اینم تویی که داری میدویی اینجا. میبینی؟ آره. خب بعدش؟ خب بعدش معلومه دیگه. یه ماشین بیراننده که روشنه و یه پسر تیتیش مامانی که کلی برامون میارزه توش نشسته. همه چیز آماده است برای اینکه مثل برق بپری پشت ماشین رو بگازی. من تو این خیابون تو ماشین منتظرت هستم اینجا. چه؟ مثل که سوال دیگه داری؟ آخه همین؟ به همین سادگی؟ نه، این شروع کار ماست. بعدش وارد مرحله دوم میشیم که اصل ماجراست. خب مرحله دومتون چیه؟ چیه؟ ترسیدی؟ از تو بعیده؟ خون سرد باش، نترس. نه ترسیدم. بعدش قراره چه غلطی بکنیم. همه چیز بستگی موفقیت تو داره. اگه تو بتونی کارتو خوب انجام بده که من مطمئنم میتونی، بعدش وارد مرحله دوم میشیم، وگرنه نه. وای به حالت اگر منو مچل خودت کرده باشی. من یه حرفه ایم. خدا کنه منو برای یه کار احمقانه و ساده گیر ننداخته باشی، چون وقت کارت داره. میتونی همین الان قبول نکنی؟ خداحافظ، من اصراری ندارم. اون وقت بازم کار انجام میشه؟ خب معلومه که انجام میشه، رای دیگه این نیست. خیلی دلم میخواد بدونم با کیا طرفم. بریم. کجا؟ دلام هستم، اگه نمیخوام بچه رو بدون. چرا؟ چرا؟ خب یه بریم.
بچه دوست ساکت باش بازو کاری نداری ساکت کن بچه اگه ساکت باشی حرف نزنی کارو باید نهرم راست میگه راست میگه فقط یه صد آروم بگی به خواب نترس آره نترس خب بریم بریم خب بریم دیگه باغ بزرگ و با صفاییه آره کیه این با؟ مال یه آدم خیلی پول داره که او برای آب زندگی میکنه ایران نیست سر میشه خب حالا شما همینجا بمونید تو هم برم یکم خوراکی براتون بخرم خب بعدش زود برمیگردم مواظب باش اینم کلید در قفلش کن و بازش نکن من دو تا تقیه ستایی براتون میزنم باش یک کسی به من بگه من کجا شما کی هستین چی میخواین سلام خانم من میخواستم با آقای زاره صحبت کنم من یکی از دوستانشون هستم لازم نیست اسم منو بدونیم من به خانم قبلی هم گفتم من باید با خودش صحبت کنم یه کار مهمیه باشه گوشی دست من فکر میکنم اون کسی که منتظر تلفنش بودیم پشت خطه جواب بده الو سلام جناب آقای محسن زاره خوب گوش کنیم چون هیچ چیز دوبار گفته نمیشه فرزان پسر شما گروگان ماست ما اونو در مقابل پرداخت 1,000,000 پول نقد صحیح و سالم به شما تحویل میدیم چی؟ 1,000,000 چی آقا؟ با هیچ کسی دیگه هم در این مورد صحبت نکنید تأکید میکنم هیچ کس منتظر تماس بعدی ما باشید بعد که یعنی اونا 1,000,000 دلار از من میخوام 1,000,000 خونسرد باش خونسرد سلام علیکم خوش تشریف آوردین سوپر متعلق به خودتونه خیلی ممنون نون چی؟ نونم داریم نونم داریم شهر پنیر تازه محلی هم داریم همین امروز از دهات اطراف برامون اومده بدین از اونام بدین زغال خوبم داریم نه زغال نه زغال به سلامتی این طرف ها باغ خریدیم نه خیر باغ یکی از دوستانمون هستیم توکل به خدا شالی یه باغ باصفا بخریم
پسر کجاست؟ تو اون اتاقه. حالش چطوره؟ خوبه. ما تا کی قراره اینجا بمونیم؟ تا وقتی که من بهت خبر بدم. من میرم تا به کارهای دیگه هم برسم. تو باید حسابی مواظب باشی. ممکنه سرکله روستایی ها که خیلی هم فضولن این طرف ها پیدا بشه. ما با هیچ کس قراری نداریم. در برای هیچ کس غیر از من باز نمی کنیم. یکم هم به اون پسره بریز. نظر بهش سخت بگذره. جون تو و جون اون دست تو سپردمش. سعی کن باش بدرفتاری نکنی. اون تفلک که تقصیر نداره. کجا داری میری؟ سلام. یه سر میرم تاوانی داره شکر میگم. تو چه تجربه ندارم ریخته ای؟ هیچی من خوبم. کی گفته؟ چرا همه فکر میکنم من امروز یه طوری هم؟ اگه همه فکر میکنن اصلا یه طورت هست دیگه ها؟ برمیگردم. ای بزرگ بخشنده مهربان رحم کن. کمک کن. فقط یه بار. فقط همین یه بار. به جون رامی قسم میخورم. فقط همین یه بار قول میدم. سلام آقای توسلی، افشاری هستم از دادگستری. حالتون چطوره؟ آره میخواستم بگم من بررسی کردم، کلی وقت دادگاری این بر اونور کردم تا تونستم یه وقت برای چند روز آینده براتون بذارم. چرا؟ چی میشه؟ بیمارستان؟ واسه چی؟ بخشه زایمان، خانمم داره فارغ میشه. گفتم اصرار کردن که باید حتما پیشش باشم. روحیه میخواد بنده خدا. بخشه زایمان کجاست؟ طبقه دوم تشریف میبرین. مبارک باشه و سلامتی. من اما ما یادتون نره قربان. بله بله. شما چی کار داری؟ ببخشید اینجا بخش مراقبت های ویژه هستی به خانم؟ میبینین که؟ بله راستش من یکی از بستگانمون گفتن اینجا بستری. خب همین دیگه میخوام ببینمش. این فامیل شما بنده خدا اسم نداره؟ چرا چرا اسم که داره. اسمش حاج آقا زاره است. آقای محسن زاره. ایشون با شما چه نسبتی دارن؟ والا یعنی خیلی نزدیک نیست، خیلی هم دور نیست. پس در همین حوالیست؟ بله. ایشون تو حالت کما هستن و ممنون ملاقاتن. فامیلتون رو میگم. پس یعنی اینجاست. شما مطمئنین دیگه؟ ببخشید دست خودم نیست. خواهش میکنم. میدونم. خب دیگه خیلی ممنون، لطف کردی. خواهش میکنم.
بله منم خواهش میکنم. درست. سال دیگه ای داشتیم. بله بله برای همینه که برگشتم اینجوری. بفرمایی. میخواستم ببینم، یعنی واقعا نمیشه دیدش از دور، فقط برای اینکه قلبم مطمئن بشم. دنبال من بیا. اینو بگیر دست، دست خالی نباشی. خیلی ممنون. شما خیلی خیلی چی؟ چیزی. پس مراقب باش. بله بله بفرمایی. اینم فامیل تو. حالا قلبم قانع شدی؟ اگه فکر میکنی سوال دیگه ای نداری بهتره بری، چون من دارم خلاف مقررات عمل میکنم. فقط یه سوال دیگه. چی؟ حالش خوب میشه؟ خطر رفت شده به موقع آوردنش. میشه این گل از طرف من بذاری تو اتاقش؟ حتما. وای چه گل قشنگی. الو سلام، شما کجایی آخه؟ شب شده. به ادارت من تلفن زدم، گفتن از صبح رفتیم بیرون. چرا این کار کردی؟ چی گفت بدون اجازه من به ادارت تلفن بزنی؟ با کی صحبت کردی؟ دیگه هیچ وقت این کار نمی کنی، فهمیدی؟ الان داری چی کار میکنی؟ رامی گوش کن، من دیگه نمیتونم حرف بزنم. خداحافظ. سلام، منو که یادتون هست اونجا تو سی سی او. بله خوبم یادم هست. یعنی انقدر بیکاری که از ظهر تا حالا این دورو برا پلاسی؟ نه نه برعکس، خیلی هم گرفتارم. شما به من خیلی لطف کردین، منم خواستم تلافی کنم. مثلا چه جوری؟ حداقل برسونمتون خونه. نگران نباشین، من مسافرکشی هم میکنم، فقط از شما کرایه نمیگیرم. خوبه؟ چیه؟ هول شدی؟ نه چه هولی؟ مسیرتون کجاست؟ فکر کنم بیشتر دلت بخواد بدونی حال فامیلتون چطوره، درسته؟ فکر بدی نیست، اونم فقط واسه اینکه سر صحبت رو باز کنیم، وگرنه من هیچ اصراری ندارم. نیم ساعت پیش از کما بیرون اومده و واکنشاش طبیعیه. خبر خیلی خوبیه، خدا رو شکر. حرف چی؟ حرفم زد؟ نه چیز به خصوصی بعد میگفت. یعنی چی نگفت؟ چرا یه چیزایی میخواست بگه. چی گفت؟ فکر کنم بیشتر میخواست یه اسمی رو بگه، مثل فرهاد، فروزان یا فرزان؟ آها فرزان. فرزان کیشه؟ پسرشه. پس چرا این پسر نیومد ملاقات پدر؟ ها؟ چرا؟ لابد خبر نداره تفلک. خیلی عجیبه، تو خبر داری و پسرش بی خبره. به نظر تو عجیب نیست؟ میشه که اصلا راجب اون حرفی نزنی؟ چرا؟ نمیدونم، چون هی احساساتی میشم. فکر کردم برات مهمه بدونی. نه دیگه اصلا برام مهم نیست. گوش کردن به مشکلات مردم ساده ترین کاریه که ما پرستارا رو انجام میدیم. حالا به خاطر حرفم اگه بخوای حاضرم به حرفات گوش بدم بدون هیچ منتی. من فقط میخوام بدونم که حالش واقعا خوب میشه. همین. احتمالا چند روز دیگه. خب دیگه تموم شد، اگه ممکنه دیگه اصلا راجع به اون حرفی نزنیم. میشه دیگه بگیم.
ظاهرن این بابایی که توی بیمارستانه باید برات خیلی عزیز باشه که انقدر براش احساسات به خرج میدی. نه خانم محترم، گفتم که اصلا گروه بابای اون نه برام عزیز نه مهمه، اصلا میخوام سر به تنش نباشه. پس چرا انقدر وقت صرفش میکنی؟ من برای اون وقت صرف نکردم، من فقط میخواستم خودتو رو ببینم، برای همینه که این همه وقت فقط منتظر تو شدم نه اون. جدا؟ لابد الانم یه دل نه صد دل عاشق شدی. همینجا نگهدار من پیاده شم. تمسخر کردن آدمام جز حرفتونه؟ عوضی گرفتی آقا، اون آدمی که فکر میکنی من نیستم، پس نگهدار پیاده شم. یعنی نرسونم تو؟ لازم نکرده، میگم نگهدار، مگه گوشات سنگینه؟ لابد به ماشینم نگاه کردین، لابد به قیافه و رخت لباسم نگاه کردین، لابد فکر کردین من ارزشش ندارم. چند دفعه مثل بچه آدم بهت گفتم نگهدار، حالا مگر اون پای صاب مرده تو نذاری روی این ترمز؟ خب گردن تو خورد میکنم بزنه. بیا خوب شد؟ بیا بیرون ببینم. مگه دیوانه شدی مگه؟ خب چی شده مگه؟ چه ترمز میزنی؟ خب زدم که زدم مگه؟ چشم زیاد شده. حالا شدم یه بوزیمه کتک خورده خوبه؟ خواهد کن سر شما بکنم. خیلی ممنون که بالاخره رسیدم خونه. منم بابت همه چیز از شما ممنونم. من دوست ندارم آدمای غریبه بیان خونم، ولی واسه اینکه دست و صورت تو بشوری اگه دلت خواست میتونی بیای بالا. سلام مامان، منم. دستشویی اینجاست، دست و صورت تو زود بشور و برو، درم ببند. باشه، خیلی ممنون. هنوز نخوابیدی؟ نه مانده راه رفتی امروز؟ نمیتونم اصلا؟ نه خیلی خوب. یه نفر اینجاست بذار بره، هر وقت رفت شما تو میرم بخور. خب؟ باشه خودمون رو نگاه کردن رو دارم. سلام، تو کجایی؟ ما رو برکر اینجا به امان خودی که چی؟ حالا به توضیح میدم، شما ها چطورین؟ چرا اینقدر عقب کردی؟ کارا داره رو برا میشه، من با کلی کلک و نقشه کشیدن شخصا خودم رفتم دیدمش، حالش خوب نبود. بعد با یه پرستاری که اونجا کار میکنه تره دوستی ریختم تا از نزدیک اوضاع زاره از زیر نظر داشته باشه. خب بعد؟ خوشبختانه با خبر شدیم که حالش رو بهبوده، خطر رفع شده، همه چیز تحت کنترل ماست. ما تا کی باید اینجا بمونیم؟ نقشتون چیه؟ چرا هیچی به آدم نمیگین؟ خب زهره باید بتونه کاری که میخوایم انجام بده. یعنی تا کی؟ اومده به این زودی حالش بهتر نشد، تکلیف من چیه؟ اصلا اومده اون یارو مرد،
اون وقت میخوان چیکار کنی؟ ای بابا خدا نکنه. ببین ریگو، من یه حرفه‌ایم، یا کاری رو شروع نمیکنم یا اگه شروع کردم تا تش میرم. خیلی خوب خیلی خوب، حالا عصبانی نشو، من درستش میکنم. با من بهتر این کارو بکنی به نفعته. در ضمن سورسات ما هم ته کشیده، واسه همین عصبیان. همه رو خوردین اون همه؟ خب منم باید یه جوری سرمو گرم کنم دیگه، و اینا حوصله‌ام میریزه به هم. باشه باشه، الان ترکیبش میدم. بگو یه خرو خوب نیست. تونمایی تموم شده؟ بله تموم شده، باید بگم برمون بیارن. چه زود، همین پریروزا کلی تونمایی اینجا بود. مسافر زیاد اومده آقا، ما فکرشو نمی‌کردیم. خدا بخواد امسال برای باغدارا بهتر از پارسال. سلام. سلام علیکم. چهار بسته سیگارو بهمن میدی؟ چهار بسته، دو بسته بیشتر فعلا ندارم. باش اون دو بسته رو. باش 700 تومن آقا جون. 55 دقیقه است. دست درد نکنه. آقا باقی پولتو خدا بده برکت. اینا هم از شما مسافرن، اتفاقا سمت باغ شما. سمت باغ ما؟ بله، چطور ندیدینشون؟ خیلی هن، همینطور تو باغای اطراف ولو هن، خیلی هن. یه چی شده؟ تو کسی رو این طرف ندیدی؟ نه، چطور مگه؟ مطمئنی؟ ما چرا از اینجا بیرون نرفتیم؟ مگه قرار بود کسی بیاد این طرف رو؟ نه نه، ولی به نظرم اینجا نگرانش یه وقت. به نظرم یه اطراف یه رفت آمدایی هست که خیلی باید مواظب باشیم. تو مگه کسی رو دیدی؟ نه، کسی رو که ندیدم، ولی حسم میگه فضا یه جوری سنگینه، انگار صد تا چش در آدمو میپاد. پاک خیالاتی شدی، داره میزنه به سرت. شاید شاید چرا انقدر خودتو باختی؟ به خودت مسلط باش، ما داریم کارمونو خوب پیش میبریم. آره، اگه این اتفاق لعنتی برای زهرا نیفتاده بود خیلی زودتر به نتیجه می رسیدیم. من مطمئن بودم. یعنی حالا مطمئن نیستی؟ چرا؟ نه که ده باشم. باید ببینیم این خانم پرستاره چه خبرهای جدیدی برامون میاره. باهاش یک قرار دیگه گذاشتم. سرت اونقدر گرم اون خانومه نشه که ما رو پاک یادت بره با. نه بابا. چه حرفی می زنی؟ سب کن خودت ببینی، عجله نکن، بذار حواسم جمع باشه. فقط تو دست منی بل نکنی ها. گفتی اسمش چی بود؟ رویا، رویا خانم، ولی تو بهش بگو خاله رویا. مواظب رفتارت هم باش، یه وقت جلوش بیادبی نکنی ها. اونه هاش، دیدمش، بریم. سلام رویا، چطوری؟ کاش یه جای دیگه برامو گذاشتیم، اینجا چه خبره؟ یه بازی اون برم هست که کابین چهار نفره داره، ولی ما میتونیم دوتایی سوارشیم که خلوتتر باشه. خب بیا دنبال من، گمم نکنی. راستی رامین پسرم، سلام کن بابا. سلام بابا، چطوری؟ خب دیگه بریم، دیر نشه. چطور دیگه حالی از بامینتون نمیپرسی؟ از کی؟ از بامینتون زاره. آخ راستی حالش چطوره؟ خوبه، آوردنش تو بخش خوب حرف میزنه و کاملا به کلی یادم رفته بود. ای کاش اصلا زاره ای تو کار نبود. چرا؟ فکرم به خاطر اونه که دلت میخواد منو ببینی. اولش چرا، ولی حالا دیگه نه. راستش من تو رو فقط به خاطر خودت میخوام ببینم. رامینم از تو خوشش اومده. راستی؟ خودش یواشکی نظرش رو من گفت، یعنی من ازش پرسیدم. رامین چند سالشه؟ ترس نداره، مگه تو چند سالت نمیترسی؟ باید هستی بفهم.
حیف شد نه؟ میخوای دوباره سوار شی؟ بکنم بعدم نیاد. مجبور شدم سه بار پشت هم سوار یه وسیله تفریحی مزخرف بشم که اسمش ترن هواییه. من سعی کردم به اون نزدیک بشم، البته اونم هیچ مقاومتی نکرد. از خودش حرف زد و زنش که 2 سال پیش به دلیل سرطان فوت کرده. فکر کنم اون با پسرش تنها بود، من کسی دیگه رو نتونستم شناسایی کنم. البته بچه های دیگه تیمم هم همراه ما بودن، ممکنه اونا گزارش بهتری بدن. اون تلفنم داره زنگ میزنه، من بعدم با شما تماس میگیرم قربان. بله حتما. الو سلام، چیزی شده؟ نه چیزی که نشده، چندین بار تلفن همراه تو گرفتم اشغال بود. با کی حرف میزنی وقت شما؟ با یکی از دوستام صحبت میکردم، اصلا فکر نمیکردم به این زودی زنگ بزنی. آخه ما همین نیم ساعت پیش از هم جدا شدیم. بهت خوش گذشت؟ راستشو بگو، تو میگی نیم ساعته که از هم جدا شدیم، ولی برای من خیلیه. تو همین نیم ساعت خیلی دلم برای تنگ شده. باور میکنی؟ نگرانت شده بودم، خواستم مطمئن بشم که به خونه رسیدی. پس رسیدی. تو چی؟ تو دلت برای من تنگ نشده؟ رویا بذار یه چیز صادقانه بهت بگم. خیلی صادقانه. صبر کن بذار من یه دقیقه مانتومو درارم، یه لحظه گوشی اینجوری بهتر شد. اون چی بود که خیلی صادقانه میخواستی به هم بگی؟ من گوشم با توست. تو باعث شدی که امشب خونه ما حال هوای دیگه داشته باشه. امشب من بعد از مدت ها چراغای خونه رو همه رو روشن کردم، تو حال، تو آشپزخونه، تو اتاق خوابا، تو سرویسا، حتی حموم هم روشن کردم. گور پدر قبض برق، هر چی میخواد بشه بشه، چون من امشب یه احساس دیگه ای دارم. فکر میکنم چراغای خودم هم همه روشن و قی داره چشمک میزنه. رامین هم یه همچین احساسی داره، چون اونم بیخواب شده، الان تو اتاقش بیدار نشسته و داره با کامپیوترش بازی میکنه. خیلی احساس خوبی دارم، انگار همه دنیا، اصلا خود شرکت مایکروسافت با همه کامپیوتراش مال منه. فکر نکنم پدرزاد بیل گیتس هم این احساس داشته باشه. پیش خودم گفتم چقدر خوبه که این احساسمو با تو تقسیم کنم. به همین خاطر به تلفن زدم. خب دیگه برو بخواب، دیر وقته، خوابای خوب ببینی. شبت بخیر. رامین جان همه خوابیدن بابا، تا هم دیگه خاموشش کن بریم بخوابیم. باش. خوبه داریم کم کم به یک سرنخایی میرسیم. من که خسته شدم، کارامولو هم تلمبار شده، مردم و کارمندام همه شون بیچارا سرگردونه. یه چند روز دیگه دندون رو جیگر بذاریم تا ببینیم چی میشه. پس لاغل اجازه بدین منشیان بیان اینجا و هم به کارامون برسیم، منم سرم گرم باشه. برای شما که توفیرم کنم. شما لاغل
بار اینو گفتین، منم 10 بار جوابتون رو دادم. من به کسی نمیتونم اعتماد بکنم. این ما هستیم که شبانه روز داریم زحمت میکشیم. 8 تا تیم متخصص و زبده درگیر کار هستن آقا. ولی شما اینجا دارین استراحت میکنین و چکاپ میشین. در 8 روز گذشته حتی 1 لحظه از وضعیت بسترتون بیخبر نبودین. این آسون نیست آقا، این آسون نیست. شما باید ممنون ما باشین. آخ الهی قربون اون اخم و تخمت بشم سرهنگ جون. میخوای یه موچی از اون لپات بکنم تا از دلت درآ. بفرمایید. قربان نوار امروز همین الان رسید. زودتر بذار ببینمش پدر سوخته رو. دیروز سرا دارم واسش یه ذره شده. امروز سه‌شنبه است. آهان امروز سه‌شنبه است. طبق معمول ساعت 11 است. تازه شروع کردیم، میخوایم صبحونه بخوریم. من الان خیلی خوبه، خیلی هم خوش میگذره. استراحت کامل، هوای خوب و عالی. نگاه کن شما خیلی خیلی خالی. چه آتیش پاره شده. شما گرگا میگفتن با هم یه هوا خوری درست حسابی میکردیم. دل شما که واسه من تنگ نشده، چون هر روز داری منو میبینی. اما دلم واسه شما یه خورده تنگ شده، یه خورده. شیطان دازم جناب سواکیاییم خیلی آدم مهربونی هم، خیلی موازه من هستن. گزارش ملاقات آخرتون رو خوندم، حق با تو بود. یک شکنجه واقعی. حالا قرار دیگه ای نذاشتین که؟ هنوز نه، ولی حتما امروز برای یه قرار ملاقات دیگه تماس میگیره. آخه حسابی گیر داده. منم شماره تلفن همراهمو بهش دادم برای اینکه بتونه راحت تر با من تماس بگیره. به یوسفی خبر بده که اگر تماس گرفت حتما شنود بشه. باشه حتما. سعی کن زودتر بفهمی حالا که میدونن زاره تو موقعیتیه که میتونه پولو فراهم بکنه چرا علاقه ای به ایجاد تماس بعدی و پیگیری ندارن. چرا انقدر لفتش میدن کره خراب؟ قربان من که تقریبا مطمئنم اون تنهاست، پای هیچ باند و گروهی هم در بین نیست. امکان نداره جناب سرهنگ، احتمالا ما اشتباه کردیم. قضیه نباید اینقدرام جدی باشه. به نظر من اون یه آدم تنها، احساسی، ساده و مستصله. همین باز هی میگه یک آدم ساده، تنها، احساسی و مستصل با 1 میلیون دلار پول نقد توی مملکت چه غلطی میخواد بکنه؟ احتمالا این آدم تصور درستی از پولی که خواسته نداشته. او خیلی آدم ساده ایه. امکان نداره، برعکس خیلی هم آدم پیچیده ایه. سادگی نکن دختر جان. الان چند روزی که دائم تحت تعقیبه، بیشتر وقتشو دوروبر فروشگاه های کامپیوتری که قطعاً محل ملاقاتشه میگذرونه. ساعتها جلوی ویترین های مغازه وای میسته و از تو شیشه بچه های ما رو میپاد. گفتی فروشگاه کامپیوتر؟ چطور؟ مگه چیزی در این رابطه میدونی؟ اون یه بار در مورد کامپیوتر و شرکت مایکروسافت و اینجور چیزا با من حرف زده. خب. ولی من اصلا فکر نکردم حرف مهمی زده. اصلا جدی نگرفتمش. ولی الان روش کار میکنم، فقط به هم فرصت بدیم. به جمده یالا، بی صبرانه منتظرم خانم مختاری. هزینه عملیات سر به فلک زده، صدای همه رو در برده. الان کجاست؟ خودش تو اداره است، پسرش هم تو خونه تنهاست. همین الان گزارش گرفتم. خودم ترتیبشو میدم. شام افتادم. بیا اینجا کمک کن. یه خبر خوش. کامپیوتر؟ نه بابا کامپیوتر چیه؟ تام سقطه با کامپیوتر برداشتن. رویا، رویا خانوم شب بیاد اینجا خونه ما. اینجا خیلی افتضاحه. بیا کمک کن. بیا. من چیکار کنم؟ بجون. برو همون خودتو با همون صابون سبز خوشبویی که بود، خوب بشو. نه، اول برو اتاق تمیز مرتب کن. همه چی بستر جای خودش باشه. ببین رامین، دلم میخواد یه کاری بکنی وقتی رویا خانم اومد،
اینقدر از تو خوشش بیاد که دلش بخواد برای همیشه هم اینجا بمونه. حالا باید کمکم کنم، هم باید شام درست کنم، هم باید همیشه تمیز و مرتب کنم. به چرا بایستادی بجام دیگه؟ این هم فاکتور. اینقدر لفتش نده، زود باش الان میاد. آخه این چه قیافه مزخرفی واسه خود درست کردی؟ عین جوجه تیری. جوجه تیری شما مدل جدیده. حواست باشه جلوش بیادبی نکن. به میوه ها شیرینی هم حمله نمی کن. بذارم ولون برداره بعد تو. خیلی مؤدب. یه خیار یه شیرینی. همین. چند دفعه نمیگی رامین. عکسای مامانم بذار تو کشو. بچو. خیلی خوش آمدین. هیچ چیز نمیتونست من اینقدر خوشحال کنه. بفرمایید. رامین جان این گل بده به من، بودو برو دمای روی خانمون برده بیار. فکر کن خونه خودته، هرچند که معقر و فقیرون است. اتفاقا خونه گرم و با صفایی داریم. اصلا فکرشو نمی کردم. یه تصور دیگه ای داشتم. اونا رو بابام برای شما خریده. بپوش که راحت‌تر باشی. چه قشنگه. چه سلیقه‌ای. چجوری اومدی؟ ماشین داشتی؟ نه، با تاکسی اومدم. آدرس چی؟ راحت پیدا کردی؟ کلی این برونور گشتم تا آدرس تو پیدا کردم. چه بوی غذایی میاد. آشپزی هم بلدی؟ ای، یه چیزه یاد گرفتم. یعنی اجبارا باید یاد میگرفتم. تا تو یه استراحتی بکنی منم یه سری به غذا بزنم. راستی از بابت این گلم خیلی خیلی ازت ممنونم. کمک؟ نه خیلی ممنون، همه چی حاضره. بذار ببینم اینجا باید اتاق تو باشه، درسته؟ بله. بفهمید. چه خبر اینجا؟ Thank you.
چیه؟ کامپیوتره، اینجوریش نکن. کامپیوتر؟ چجور کامپیوتری؟ مخصوصه، هیچکی مثل اینو نداره. کارم میکنه. کار میکنه؟ چجوری؟ با اینجا. حالا اومد بالا. یوزرنیم پسورد بخواد. رومین 1380. حالا میرین تو منوی استارت. بعدش پروگرام که اون بالاست. بعدش مایکروسافت وورد رو انتخاب میکنیم و روش کلیک میکنیم. شما نمیان؟ چرا؟ میام. چی بنویسی؟ بنویس. در دل من چیزی است مثل یک بیشه نور. یه خط بیا پایین تر. مثل خواب دم صبح و چنان بیتابم که دلم میخواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه. دورها آوایی است که مرا میخواند. چرا از خونه بیرون نیومده؟ چرا فرار کرده؟ امکان نداره. و من اصلا فکر نمی‌کردم که درست کردن کباب اینقدر زحمت داشته باشه. تشریف بیارید. آقا فرزانه یه کم بیاوشتر برو منم برات برسم. چش. این جانه با هیزم‌های فراوان یه آتیش حسابی در بیرون درست کردم. قدش نکنزنم جوی بیمردری کن. تو ادامه بده. تو اینجا چی کار میکنم؟ من اومدم یکمی با هم خوش بگذرونیم. مواظب باش. اون اصله چیه؟ از کجا آوردیش؟ یه اصله واقعیه، پرم هست. میخوای باشد امتحان است؟ منظورت از اون چیه؟ اون دوربین بیار بالا، سمت ما بگیرش و بیمردری کن. مواظب باش اشتباه نکنه. من دیگه اختیارم دست خودم نیست. بهت اختار کردم. آقا امکان نداره بتونی از اینجا بیرون بری. برای آخرین بار بهت میگم اون دوربین لعنتی رو بگیر سمت من. نباید ما رو به خاطر انجام از که سرزنش. این همه یه وظیفه شما نبود. شما وظیفه دیگه هم داشتی. دیوانه شد. درسته. اما تو شنیدین؟ دوست همکارتو میگی من دیوانه شدم. خیلی هم دیوانه. دیگه همیشه برای من تموم شده. از برای بری هرچی میگم خوب گوش کنید. تا فردا صبح بهتون مهلت میدم. من پول میخوام. ای پسر پدر چقدر پول داره؟ نمیدونم. نمیدونی؟ چرا نمیدونی؟ زیاد؟ کم؟ نمیدونم. غلطه. من بگی صفر میدم. اگه یه دفعه بگی صفر بگیری تمیم میشی. حالی شد؟ بله. خب حالا بگو پدر چقدر پول داره؟ زیاد. زیاد؟ من زیاد پول میخوام. زیاد. هرچی بیشتر بهتر. اگه دلار باشه بهتر. اونقدر بهم بدین که تو بگم بسه. سلیه شما برای همه باتا بفرست. وضعیت آماده باشه دو. بله بابا. همه باتا آماده باشه دو. همه باتا آماده باشه دو. گوشاله.
که از همون اول بعد میکردم میکنم. بی خود برف شما روش کردم. شما نمیتونین این کارو بکنین. مسئله دیگه مسئله شما تنها نیست. ما باید به روش خودمون این مسئله رو تموم بکنیم. آقایون این دفعه دارم راست راستی سکته میکنم. بعد از دیدن اون نوار طاقتم تموم شده. دست خودم نیست. میبینین که آخه اگه دستم بهش برسه تیکه تیکش میکنم. به عبارتی شاید جرش از وسط. الو الو السلام علیک یا شیخ. اهلا و سهلا. جدی میگی؟ من به محسن نزدیک شدم. امنه. بیت به جلد من. تمام. قند براتون شیرینش کردم. فکر کنم سردردتون رو خوب کنه. بخوری. تو کلاس چندمی پسر؟ اگر زنده بمونم میرم سوم راهنمایی. تو کامپیوتر که داری؟ کامپیوتر؟ نه، ندارم. برای چی؟ یعنی؟ تو کامپیوتر نداری؟ نه، ندارم. تو دیگه چرا؟ تو هم اونجا باشه چه تکون نخور. بشی. باشه. آماده باشین. یک، تمام. بیا خودت تمومش کن. تو بشین روی صندلی و جون نخور. باشه؟ باشه. بشه. منم رویا. درو باز کن. بدون اسلحه، بدون کلک. بدون اسلحه، بدون کلک. در بازه. اون دارو ببند. بعدش بگو چی کار داری. از من خواستن این ماموریت رو انجام بدم. در ضمن بهم گفتن توی این چمدونا 1,300,000 دلار پول نقده. با اولین پرواز دبی برات آوردم. ولی همش تقلبیه. یه مش کاغذ بی‌ارزش. اینو اول گفتم که باورم کنی.
خودت گفتی بی کلک. جلوتر نیا، جلوتر نیا. خب خانم، حالا اسم این کار جرأته یا سوء استفاده خانم پلیس؟ نمیدونم، ولی دیگه نمیخوام رو راست نباشم، چون فهمیدم تو کی هستی و چی میخوای. از اینکه بی اجازه سر کیفت رفتم معذرت میخوام. لابد برات مشکل درست کردم. تو کارو خراب کردی، خرابتر از خراب، هم برای من هم برای خودت. کاش میتونستی ببینی اون بیرون چه خبره. من ارزششو نداشتم. چرا اینقدر برای من زحمت کشیدین و خرج کردین؟ مگه من کی بودم؟ جامعه امنیت میخواد. من به عنوان لازم نکرده شعار بدی. دیگه حالم داره از حرفاتون به هم میخوره. من که مجرم نبودم، من که این کاره نبودم. همه این کارهایی که کردی و همین الان داری میکنی جرمه، یه جرم سنگین. چرا نمیخوای بفهمی؟ هیچ مجرمی مجرم به دنیا نمیاد. میاد؟ نه، مسلمه که نه. لطفاً چشماتونو بازتر کنید. شاید به خاطر همینه که الان اینجا. اما دیر، خیلی دیر. دیگه همه چی تموم شد. تو برای من نمونه زنده خوشبین و ساده دلی بودی. من مغلوب شدم. مغلوب شدم. من ساعت‌ها با رامین بودم. خیلی با هم حرف زدیم، از همه چیز و همه کس. حالش چطوره؟ میخوای ببینیش؟ شماها رحم ندارین، عاطفه ندارین. برای رسیدن به هدفتون از هر وسیله استفاده میکنین، حتی اگه اون وسیله بچه معصوم و بیگناه من باشه. تو داری قضاوت بیرحمانه میکنی. واقعیتش اینه که رامین خودش خواست تو رو ببینه، منم قبول کردم. رامین برای دیدن زشتی ها هنوز خیلی کوچیکه. من نمیذارم پدرش این چیزی ببینه، حتی اگه خودش بخواد. ولی من نمیخوام، نمیخوام منو توی این وضعیت ببینه. بس، من تا ته غارت رفتم. دیگه چی هست اونو من میخوام؟ رامین هنوز نمیدونه موضوع چیه، نذاشتم بفهمه. شاید بازم دارم مرتکب خطا میشم. به هر حال من یه زنم، ساختن برام مهمتر از ویران کردنه. پس نظر هیچ وقت رامین این چهره کرگه پدرشو ببینه. بذار همه چیز تو همین چهار دیواری تموم بشه. هنوزم خیلی دیر نیست، کافیه دستاتو ببری بالا. مطمئن باش همیشه دستی هست که دستاتو بگیره. بیرون آدمای زیادی منتظر دیدن این لحظه. و تو رو مأمور این کار کردم، چون میدونستم فقط تو با من میتونی کارو بکنی. من مطمئن نیستم. اینو هم به من ثابت کن، هم به بقیه. من بهش احتیاج دارم. برید. اینم تلافی اون خطایی که به خاطر من مرتکب شدی. حالا تو نجات دهنده‌ای. هر دوتون برید. ازت ممنونم. خدا حافظ آقای افشاری. برید. وقتی ما از اینجا بیرون بریم، هیچ راه فراری برای تو نیست، مگر اینکه پرنده بشی.
فرزان پسر کجایی؟ دلم برای تنگ شده بود. منم همینطور. چرا انقدر لاغر شدی؟ چرا انقدر لاغر شدی بابایی؟